به هم خراغلاس لیدونکو خبرونه ګوري په ژوندۍ بڼه باندې ژوندو سهار خبرونه ده او موږ کوښښ هم دا کو چې په خبرونه کې ستاسو بیلابیل نظرونه واورو او قدرمن میلمانه هم په خبرونه کې له ځان سره ولرو تر څو په بیلابیلو موضوعګانو سره په خبرونه کې وغږیږي. خپل درون میلمه یوسفی صاحب ته ښه راغلاس وی ولا دی وکړي چې شایسته او نیکمرغه سهار به پیل کړی وي. یوسفی صاحب بخیر آمدین، خدا کنه که یک روز خوب داشته باشین. سلام و درود خدمت شما و همه هموطنان عزیزم، امید که خوب و سلامت باشید. امیدوار هستم صبح زندگی و ماه مبارک رمضان به سلامتی و خوشی و گرمی سپری نمایید. زنده باشین، تشکر دیره مننه. کور آباد، خوشحال اوسه چه راغلی وی خبرونه تا. منګه هم کو خدا کو چې بیلا بیل کډرونه مشران په خبرونه کې لزان سره ولرو تر څو خبرونه لا شایسته شي. قدرمن دلیدون کنن په مهرباني باندې غږیګو او یوسفی صاحب را سره په خبرونه کې دی. یوسفی صاحب، خودش مهرباني چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام میکنم بر روی ماه همه متنان عزیز و جهان. سپاس و سپاسگزار هستم از رادیو تلویزیون سحر ژوندون که امروز ما را در برنامه سلام در برنامه سحر ژوندون دعوت کرده و در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر رمضان، سلام بر ماه رب الکریم، ماه ضیافت الهی، ماه بزرگ و مهربانی، ماه برکت و مهربانی ز آسمان آمده، صوت خوش قرآن و اذان آمده، نوروز دل مؤمن ماه رمضان آمده، آن شوق ز جان برگشته به جان آمد، تبریک به مؤمنین عاشق پیشه، تبریک بهار رمضان آمده. بسیار شیر مقبول، تشکر، زنده باشین که آمدین به برنامه. خود مهربانی چی است استاد محترم؟ سلامت باشین. مهربانی فضیلتی است که در وجود همه انسان ها قرار دارد. خداوند متعال مهربانی را در وجود همه انسان ها قرار داده است و ما و شما باید در زندگی خود مهربان باشیم. مهربانی ارزش دادن به همدیگرمان، به هم نوعمان. جناب محترم الکوزی صاحب، ما انسان ها که برای کره زمین زندگی می کنیم، به هر عقیده و به هر اندیشه، انتخاب به دست خود ما و شماست. آنچه که میخواهیم انتخاب های ما ما را به سمت سوق میده و کدام راه ها را ما و شما انتخاب کنیم در زندگی ما. و من میگم بیایم ما و شما در زندگی خود راه های مهربانی و سخاوتمندی را در بر خود انتخاب کنیم که در دنیا و آخرت پیش خداوند ما و شما با عزت باشیم و همیشه با شرف باشیم. جناب الکوزی صاحب محترم، در دنیا پول، مقام، منصب، ثروت هیچ چیز نمیمانه. تنها ترین چیزی که میمانه خوبی و دعای خیر مردم است و خداوند متعال همیشه بر بنده هایش تاکید کرده، گفته که باید مهربان باشید. مسلمان و مؤمن واقعی کسی است که به فکر تغییر حال بشریت و مردم باشد و با انسان ها مهربانی کند، با همدیگر خود مهربان کند. دنیا در گذر است، فقط چیزی که میمانه از ما و شما خوبی میمانه. و یکی خداوند متعال فرموده میگه که مسلمان و مؤمن واقعی کسی است که به فکر تغییر حال مردم است. و این ماه مبارک رمضان ماه بزرگ است، ماه بخشندگی است و ماه حس از خود گذری است و ما با هم نوع خود چه قسم مهربان باشیم، به فکر یک تیم باشیم، به فکر مستحق باشیم. و ای که ما در این ماه نماز میخوانیم، عبادت میکنیم و ما و شما بیاییم حق بنده خدا را ادا کنیم و یک فرد باشیم که در جامعه و برای مردم خود و برای همه انسان ها فرد مؤثر باشیم. مهربانی در زندگی انسان ها بسیار نقش بسزا و تأثیر گذاری داره و انسان ها را به سوی خوشبختی سوق میده، همیشه راه ها را باز میکنه برای انسان ها. و خدمت شما عرض کنم، بعض موقع ما انسان ها فکر میکنیم، میگم که ما باید در زندگی خود بسیار اقنام مشهور داشته باشیم،
و بسیار یک لباس زیبا داشته باشیم، بسیار یک خانه لکس داشته باشیم، بسیار یک موتر لکس داشته باشیم. و روزی که ما شما از دنیا میریم، همه چیز برعکس میشه، هیچ چیز نمیمونه. نام مشهور ما میشه مرحوم، لباس زیبای ما شما میشه کفن، خانه لکس ما شما میشه قبر، موتر لکس ما شما آمبولانس، هیچ چیز ماندگار نیست. و من میگم بهترین سرمایه در دنیا و آخرت مهربانی است و دعای خیر مردم است. اگر ما و شما یک انسان نیک باشیم و یک انسان مهربانی باشیم و یک انسان سخاوتمند باشیم، همیشه دعای خیر مردم در دنیا و آخرت با خود داریم، و دعای خیر مردم در دنیا و آخرت بیمه زندگی ما انسان هاست. و کوشش کنیم در زندگی خود مهربان باشیم. جناب الکوزای صاحب، ما و شما فعلا در ماه مبارک رمضان قرار گرفتیم، ماه رحمت، ماه رب الکریم است، ماه بهار قرآن است، و ما و شما در این ماه از خود چی به جا میگذاریم؟ و باید مهربانی از خود به جا بزنیم، به فکر یتیم و فقیر باشیم. و یک ماه بزرگ است که خداوند ما و شما را امتحان خود، مورد امتحان خود قرار میده. کوشش کنیم که از این امتحان الهی سربلند بیرون شویم. بسیار تشکر، زنده باشین، ډیر زیات مننه. په کارم هم داده چې د برکتونو د ثوابونو د سخاوت او د اجرونو میاشت په دې مبارکه میاشت کې یتیم مسکین غریب موږ تاسو باید په ټولنه کې له یادونه باسو او ورسره په هر برخه کې همکاري وکړو. ډیرې اوریدونکو چې موږ سره په خبرونه کې اړیکه نیسي د توکو یادونه کوي چې توکي هم په مبارکه میاشت کې په لوړ قیمت باندې پلورل کېږي، نو هیله مو داده چې دا هم ارزانه شي تر څو زموږ د زموږ لسونه درته هم دعاګانې درته وکړي او په مال و ځان کې به مو هم برکت وي. یوسفی صاحب، مهربانی کدام موضوعات را در زندگی انسان ها در بر میگیره؟ جناب الکوزای صاحب محترم، مهربانی در زندگی ما انسان ها موضوعات را در بر میگیره که ما و شما در روز غم شادی به فکر همدیگر خود باشیم، و در روز شادی باید بریم در کنار همدیگه خود، باید بریم جشن بگیریم، با او خوشحالی کنیم، مهربان باشیم و به خوشی ره با او ابلاغ کنیم. و روز و دیگر موضوعات را در روز غم و شادی، به خاطر که زندگی ما انسان ها همیشه پر از شادی و پر از غم است، و در روز غم ما و شما باید بریم در کنار از او غم شریک کنیم و باید با او غمگین باشیم و با او تسلایی بتیم و با او مهربان باشیم، چون ما همیشه از الله هستیم، به سوی الله باز میگردیم، و ما با او همیشه کوشش کنیم با مهربانی صحبت کنیم که او از غم و رنج بیرون شوه. و خداوند متعال همیشه میگه که در غم و شادی همدیگه خود شریک باشید. بله، زنده باشی. مهربانی چقدر ارزش و تاثیرات خوب در زندگی ما انسان ها در مبارک رمضان داره؟ مهربانی در زندگی ما انسان ها بسیار تاثیر بسیار داره، زندگی را آسان می سازه. زندگی یک سفر است و در این سفر ما و شما صدمه، غم، شادی، عشق و محبت را تجربه می کنیم. زندگی سفری است که ما در این سفر همیشه غم و شادی را تجربه می کنیم. بسیار تاثیر بسیار مثبت داره. کوشش کنیم در زندگی خود مهربان باشیم، به فکر به فکر مستحق باشیم، و همیشه کوشش کنیم که در زندگی خود دست یتیم و فقیر و بیچاره و بینوا را بگیریم و برای خود و برای ما و انسان ها برای خود یک توشه آخرت را داشته باشیم و با خود با این توشه آخرت دو دنیا بریم. و خدا قسم این دنیا دنیای فانی است، دنیا دنیای واقعی نیست. ما حرکت میکنیم به سوی دنیای باقی. خداوند ما و شما را عزت و شرافت بده میشه ماشاءالله. زنده باشی استاد محترم که آمدین به برنامه و برنامه را مقبول کردین. ډیر زیات مننه. کور آباد، خوشاله اوسئ. موږ هم کو خدا کو چې بیلا بیل کدرونه په خبرونه کې لزان سره ولرو. مهربانی در وجود انسان فطری و یا ذاتی است؟ مهربانی در وجود انسان ها خداوند که قرار داده، یک فضیلت است که در وجود همه انسان ها دیده می شود، و در بعض انسان ها ذاتی است و در بعض انسان ها فطری است. و ای که
مهربانی به انسان‌های متعلق می‌گیره، انسان‌های دانشمند و علمای عزیز که امروز در افغانستان هستن، حاکم هستن، مهربان هستن و با همه مردم از خود گذری باید کنن، مهربان باشد و در وجود دکترای عزیز و استادای عزیز که در پنتون‌ها و دانشگاه‌ها تدریس می‌کنه و اینا باید مهربانی را در وجود همه انسان ها باید قرار بده و مهربانی خدمتتون عرض کنم یک فضیلتی است که خداوند در وجود همه انسان ها قرار داده است و ما از استادای دانش از استادای پنتون و استادای دانشگاه و اساتید مکتب و معلمین عزیز خواهشمند هستم که به طور صحیح به دانش آموزا و محصلین مهربانی را بیاموزه. همین الکوزای صاحب محترم، خدمت شما عرض کنم که زندگی ما انسان ها به 4 دسته تقسیم میشه. یک دوران کودکی است که روزی که به دنیا میاییم، یک دوران نوجوانی است و یک دوران جوانی هست و یک دوران پیری است، دوران سن به پا گذشتگی است. اگر پدرها و والدین محترم و مادران عزیز و استادان عزیز، معلمین عزیز به طور صحیح در دوران کودکی و در دوران جوانی مهربانی را در وجود انسان‌ها به انسان‌ها درست بیاموزه و به فرزندان خود درست بیاموزه، مطمئن باشید که او انسان یک انسان خوشبخت و یک انسان مهربان هست. بسیار تشکر، زنده باشید. بدون مهربانی و سخاوتمندی زندگی میشه؟ نه خیر، زندگی مهربانی زندگی را آسان می سازه و راه ها را برای ما و شما هموارتر می سازه. من میگم بیاییم در زندگی خود مهربان باشیم. باور کنین با یک پلک به هم بزنیم، نوار زندگی ما انسان ها قطع می شه. این دنیا دنیای فانی است. ما حرکت می کنیم به سوی دنیا باقی. باید از خود مهربانی را به جا بگذاریم. بسیار تشکر. همیشه با مهربانی زیباست. ډیر زیات مننه قدرمن استاد چې راغلی خبرونه ته، خبرونه مولا شایسته کړله. در اخر چی پیام داره؟ پیام ما به همه هموطنان شریف و نازنینم این است که با همدیگه خود مهربان باشید، همیشه سخاوتمند باشید و همیشه با اخلاق باشید. و ما از دکترای عزیز و معلمین عزیز و تاجرای عزیز و دکانداران عزیز خواهش میکنم که همیشه در این ماه مبارک رمضان به فکر هموطنان ما باشیم، به فکر مستحقین باشیم و دکترای عزیز همیشه کوشش کنه که دخل خرج مردم دیده، به خاطر که شرایط وضعیت اقتصادی بعض موقع خوب نیست، باید به فکر سلامتی بیمار باشه و یک اخلاق صحیح داشته باشد. و ما انشالله که برای همه هموطنان عزیزم آرزویی رو میکنم که انشالله صفحه کتاب زندگی انشالله که صفحه کتاب ملت شریف افغانستان همیشه پر از مهربانی و صمیمیت باشد. سپاسگزارم از تلویزیون جواندون که امروز ما در برنامه دعوت کرده، همیشه برای جوانان این سرزمین وقت میده و همیشه جوانان رو در روی صحنه میاره. انشالله که برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم، موفق باشین. بسیار تشکر، ډیر زیاته مننه. کور آباد، خوشاله اوسئ. هر کله راشئ ژوندون تلویزیون او ژوندون تلویزیون بیلابیل خبرونې که په راډیو کې موږ بیلابیل خبرونې لرو، د ولسونو په خدمت کې، د ټولو د افغانانو په خدمت کې دي. هر کله دې راشئ و تور توتان دې د لیدونکو نه قربان دي. ډیر زیاته مننه، بسیار تشکر که همدین به برنامه. قدرمندو لیدونکو، محمد تقی یوسفی صاحب را سره په نوې خبرونه کې، را سره ټولنیز فعال را سره په نوې خبرونه کې و، چې نن په مهربانۍ او په سخاوت را سره وغږېده. په خبرونه کې به بل قدرمند میلمه هم را سره په خبرونه کې وي. د خپل تخنیکي همکارانو نه هم مننه کوو. د تخنیک په چارو کې وزو د ورځې انځورګورو بیا هم موږ سره پاتې